همسفر ما باشید. این بار قراره همسفر شما رو دعوت کنه به یکی دیگر از زیباترین شهرهای کشور در مرکز ایران، جایی که صنعتش معروفیت خاصی داره و البته پر از جاذبه های گردشگری و دیدنیه. یکی از بزرگترین راسته بازارهای ایران رو داره و مسگری جزء صنایع دستی اون محسوب میشه. سراهای بازارش با ستونهای سنگی زیبا تزئین شده و از معماری غنی برخورداره. هنر نقشه‌کشی قالی تا رنگرزی و بافت فرش‌های دست باف. بزرگترین حمام ایران در این شهره که در حال حاضر به عنوان موزه چهار فصل قابل بازدیده. روستاهای هدف گردشگری مثل انجدان و هزاوه رو داره با مردمان خونگرم و مهمان نواز. شما همسفر ما هستید در استان مرکزی شهرستان عراق. با نام اید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه‌های دیدنی کشورمون آشنا میشیم. همچنان در استان مرکزی هستیم، شهرستان زیبای عراق و زیبایی‌های فراوانی که این شهرستان داره و یک به یک به اونها اشاره میکنیم. این بخش از برنامه‌مون رو می‌خوایم اختصاص بدیم به یکی از جاذبه‌های تاریخی مهم شهر عراق. در واقع اومدیم به جایی که در اکثر نقاط شهرهای تاریخی کشورمون میتونیم رو مشاهده کنیم. گرمابه‌ها یا حمام‌ها جزء آثاری هستند که معمولاً یادگاری از گذشتگان هست که به جا موندن و معماری خاص خودشون رو دارن. اما حمامی که در شهر عراق هست با شهرهای دیگه متفاوته. دلیلش هم اینه که اینجا بزرگترین حمام ایران هست و حتی گفته شده بزرگترین حمام شاید تا در دنیا باشه. علتش هم اینه که 4 حمام در کنار هم ادغام شدن و تشکیل دادن یک حمام بزرگی که به هر حال در زمان خودش خیلی عایز اهمیت بوده. برای اینکه با معماری زیبای این حمام آشنا بشیم و فضاهایی که داره و البته به موزه هم تبدیل شده، ما رو همراهی کنین و همراه و همسفر ما در سفر امروز باشین.
خب همونطور که براتون توضیح دادم در یکی از بزرگترین حمام‌های ایران هستیم، اون هم در شهر عراق. برای اینکه توضیحات جامع و کاملی داشته باشیم در مورد این مجموعه و فضاها رو معرفی کنیم، خانم صالحی پور همراه ما هستن، کارشناس میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در اصل شهرستان عراق. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر داشته باشین. منم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر سلامی گرم و صمیمانه عرض می‌کنم. به شهر عراق و حمام تاریخی چهار فصل خوش اومدین. در خدمتتون هستم. خانم سلیما الان دقیقاً در سربینه هستیم. سربینه جاییه که ورودی حمام بوده و رختکن هم محسوب می‌شده. معمولاً توی حمام‌های قدیمی که من دیدم، به خصوص حمامایی که مربوط دوره قاجار بوده، در اصل میشه گفت که کنار این سکو ما جا کفشی رو داشتیم، حفره‌های کوچکی که جا کفشی بودن و اینجا من اینو نمی‌بینم، یا پوشش داده شده یا اینکه به هر حال به این شکلی که از قدیم بوده در اومده. یه توضیحی برامون اصلا بدین که این حمام مربوط چه دوره‌ای هست، دقیقاً چند سال پیش ساخته شده، سازندش کی بوده، و بعد به سربینه و فضاهاش بپردازیم. حمام تاریخی چهار فصل قدمتی در حدود 120 تا 130 سال داره. شما تمام بناهای تاریخی که توی شهر عراق به دیدن اونها میرید و اونها رو بازدید میکنید مربوط به دوره فتحعلی شاه قاجار، یعنی اواخر دوره قاجاری است. درست. این حمام رو شخصی به نام حاج ابراهیم خونساری در چهار قسمت مختلف بنا نهاده. اولین دلیل اینکه به این حمام میگن حمام چهار فصل این بوده که این حمام چهار قسمت کاملا مجزا از هم بوده که بین هر چهار قسمت حمام چهار تا دیوار وجود داشته. بعدن که سازمان میراث فرهنگی این بنا رو خریداری میکنه، برای دسترسی آسان‌تر به قسمت‌های مختلف حمام دیوارها رو برمی‌داره و راه‌های ورود و خروج تمام حمام‌ها یکی میشه. سبک کاشی‌کاری که توی این قسمت می‌بینید همه مربوط به دوره قاجاره. سربازهای ایستاده نیزه به دست یا توی هلال‌های سقف، جدال شیر و اژدها، همه نماد اصلی از کاشی‌کاری دوره قاجاره. همه حمام‌های قدیمی چهار بخش داشت. بخش اول و اصلی ترین بخش اونها سربینه یا رختکن حمام بوده، یعنی جایی که در اون تعویض لباس اتفاق می افتاده. همه حمام ها هم جا کفشی داشته. این جا کفشی ها بعد از اینکه مرمت شده، بنا به خاطر اینکه خیلی آسیب دیده بوده و از بین رفته، پوشیده شده. بخشی از اون به این صورت هنوز باقی مونده، ولی این تصویر این جا کفشی ها تو قسمت های مختلف، حتی تو حمام و سربینه زنونه هم به یک شکل دیگه کاملا موجوده. بله. و اینکه کاشی هایی که ما اینجا داریم میبینیم کاشی های هفت رنگه و گل مرغ، فکر میکنم. بله. که معمولا ما بحث گل مرغ توی استان فارس و شهر شیراز به خوبه میتونیم ببینیم، و این کاشی کاری هایی که انجام شده آیا سبک و سیاق یا الگو گرفته از جایی بوده یا مختص شهر عراق بوده؟ کلا مختص به دوره قاجاریه بوده. ما استفاده از کاشی های آبی رنگ، گفتم سربازهای نیزه به دست یا گل مرغ، اینا همه سبک کاشی کاری هایی که در دوره قاجار بیشتر معمارها و کاشیکاری‌ها از این سبک برای کاشیکاری یک قسمت استفاده می‌کردن. ما در غرفه‌های این در واقع سربینه مشاغل مختلفی هم می‌بینیم که به صورت در واقع مانکن در این فضا هستش، و شما می‌تونید به هر حال متوجه بشین کسی که داخل حمام حالا کارهایی که انجام دادن، جایگاه‌هایی که داشتن. مثلا بخشی بوده که بازرگانان و در اصل میشه گفت کسانی که متمول‌تر بودن قرار می‌گرفتن، یه بخش بوده که به هر حال افراد عامی تر بودن، یا کارها و مشاغلی که انجام می شده شما میتونین در واقع ماکت های اونها رو در این فضاها ببینین، و این خودش نشون میده که یه بخشی از مردم شناسی هم در این حمام رعایت شده. این حوضی که وسط داریم میبینیم چه کارهایی داشته؟ همونطوری که گفتم وقتی که وارد قسمت اول حمام میشدن سربینه حمام بوده که توی این قسمت، توی این حوض، یک آب تقریبا نیمه ولرمی درون اون جریان داشته که شستن دست ها و صورتشون رو این قسمت انجام میدادن، تعویض لباس میکردن و بعد وارد قسمت دوم میشدن که توی حوضچه بعدی فقط یه مقدار آب سرد وجود داشته. شکل حوض هم به خاطر این بوده که در گذشته بیشتر حالت چند پر به حوضچه های موجود در حمام ها میدادن. درسته. اما در قسمت بعدی یک راهروی هست که به بینه ختم میشه، و وجود این راهروها به خاطر این بوده که دمای بدن تنظیم بشه. فردی که از سربینه وارد بینه میشه یه دفعه از هوای سرد وارد هوای گرم نشه یا بالعکس اون. برای همین این در واقع راهرو رو که عبور میکردن تنظیم دمای بدن صورت میگرفته، و یک کار بوده که خودش در طب سنتی هم حرف برای گفتن داره. ما رو همراهی کنین در ادامه معرفی حمام بزرگ چهارفصل در شهر زیبای عراق.
حمام چهار فصل با مساحتی در حدود 1600 متر مربع بزرگترین حمام تاریخی ایران بود. همونطوری که گفتیم این حمام شامل چهار حمام میشد: حمام مردانه، حمام خصوصی، حمام اقلیت‌های مذهبی و حمام زنانه. ما الان در قسمت گرمخانه حمام مردونه حمام قرار داریم. توی سربینه افراد مختلف جامعه می اومدن اونجا، لباسهاشون رو عوض می کردن، بعد وارد هشتی ارتباطی می شدن. هشتی ارتباطی به خاطر شکل حوزش که هشتی بود، هشتی ارتباطی نامیده می شد و ارتباط دهنده حمام سرد یعنی سربینه و قسمت گرم حمام یعنی گرمخانه بود و اعتقاد داشتن که با عبور از اون قسمت و شستن پاهاشون درون حوضچه از بروز بیماری های مثل سرماخوردگی یا سکته قلبی در بدنشون جلوگیری میشه. افراد بعد از اینکه یک مکس کوتاهی توی اون قسمت هشتی ارتباطی میکردن وارد قسمت گرمخونه حمام میشدن. قسمت گرمخونه حمام راه‌های مختلفی برای ورود و خروج آب در اون قرار داشت و اتاقک‌هایی در اون قرار داشت که کارهای نظافتی مثل گرفتن ناخن، حجامت، تراشیدن سر، حنا گذاشتن و حتی نظافت بدن رو در اون اتاقک‌ها انجام می‌دادن. همه گرمخونه‌های حمام‌های قدیمی خزینه داشتن، خزینه آب گرم و خزینه آب سرد که برای شستشوی نهایی بدن از آب اون قسمت‌ها استفاده می‌شد. از زمانی که سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری حمام رو تبدیل به موزه کرده، اشیای مختلفی از قسمت‌های مختلف شهر عراق و مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی به این قسمت منتقل شدن و در این حمام حفظ و نگهداری می‌شن. اشیایی مثل ظروف سفالی که مربوط به دوره‌های مختلفی مثل دوره ساسانی، صفویه و اشکانی هستند. اشیایی مثل تندیس‌های سفالی، کاسه و ظروف سفالی و گلدون‌های سفالی. به جز اونها قرآن و حتی نسخه های خطی در اینجا به نمایش گذاشته شده که میشه عقدنامه های دوره صفویه و پهلوی رو در اونها به خوبی به تماشا نشست. اما دو تا شیء شاخص در این موزه وجود داره. یکیش محراب مسجد جامع ساوه است که سوره فتح به وسیله زبان کوفی روی اون کشیده شده و بسیار جذاب و دیدنیه. جنس اون از سنگ و نقوش اون همه گل و مرغه. به جز محراب مسجد جامع ساوه، ما یک شیء با ارزش دیگه هم توی این حمام داریم که حتما براتون جلب توجه میکنه. اون هم تندیسی از یک اسکلت که از تپه های اطراف شهر شازند به اینجا منتقل شده و در اینجا به نمایش گذاشته شده. اسکلتی که هنگام دفن کردن جنازه اون فرد ظروف مختلف و حتی لاک‌پشت رو هم با اون دفن می‌کردن و این یک نوع نشونه از آداب و سنن گذشته در دفن یک فرد مرده بوده. همه آثار و اشیایی که در این موزه به نمایش گذاشته شده مربوط به شهرها و شهرستانهای مختلف استان مرکزیه و مطمئنا از دیدن اونها لذت میبرید. این اشیا همگی نشونه از آداب و سنن مردم گذشته ما هستند که باید حفظ و نگهداری بشن. ما الان در قسمت انبار تون حمام هستیم. انبار تون حمام جایی بوده که به هر حال در اون قسمت چوب‌ها و همینطور خاشاک و وسایلی که قابل آتش زدن بوده و برای گرمایش حمام استفاده می شده در اینجا به هر حال استفاده می شده و داخل تون برده می شده، اونجا آتش زده می شده و از راه های گربه رو، جاهایی که گرما به سراسر کف حمام راه داشته، به هر حال سرایت می کرده و گرمای در واقع حمام رو یه جورایی تأمین می کرده. در این قسمت که الان بعضی از اشیاء رو هم می بینیم که به صورت موزه در اومده و یادگاری از گذشتگان ما هست رو می تونید اینجا ببینید. از جمله این اشیایی که می تونم بهتون معرفی کنیم، درهای چوبی هستش که به صورت گره چینی هست. هنر گره چینی در صنعت چوبی که از هنرهای ارزشمند کشورمون هستش و خیلی جالبه که بعضی از این درها بدون اینکه کوچکتر میخی در اون به کار رفته باشه، در هم گره زده شده‌اند و به هم به عین یه پازل چیده شده و شکل و شمایل یک
یک در رو به هر حال به خودش گرفته. هرچند ما تو درهای قدیمی خود نوع معماری رو هم میتونیم جورایی ببینیم، به این شکل که کسی که پشت در بوده میتونسته شخصیت خودش رو معرفی بکنه، زن هست یا مرد، با نواختن در واقع دسته اون دری که به هر حال در پشت در بوده و این ماهیت رو نشون میداده. یکی دیگه از اشیایی که باز اینجا داریم میبینیم و در کنار من هستش، چرخ کفاشی هست که مربوط به دوران جنگ جهانی دوم میشه و در بازار عراق فردی بوده که به هر حال از این چرخ استفاده میکرده و الان جز اشیای به هر حال این موزه در اومده. کاشی هایی که مربوط به دوره قاجار میشه و کاشی های برجسته رنگی هست که میتونین اونها رو ببینید و لعابکاری شده، جز یکی از صنایع ارزشمند کشورم بوده که در هنر معماری کاربردی بوده و الان بخشی از اون رو میبینیم که به حالت اشیای موزه حمام در اومده. در بخش دیگر از حمام این توضیح هم بدم که حمام چهار فصل خب بحث حمام اقلیت ها هم بوده، یعنی علاوه بر اون که به هر حال کسانی که در از این حمام استفاده می کردن ممکن بوده به هر حال تشیع و جز مسلمان ها بودن، ادیان دیگه هم برای خودشون حمامی رو داشتن و این خود حمام رو حائز اهمیت کرده و مراسمات خاصی که در حمام شکل می گرفته، عروسی، مهمانی، آشتی کنون، آشنا شدن و همه این مراسمات و هنابندان و اینا رو میتونستیم توی حمام ببینیم. به بخش بعدی حمام میریم و جمع‌بندی در مورد ساختار حمام داریم که بهتون میگیم که به هر حال این حمام تا چه سالی کلن فعالیت داشته، ازش استفاده میشده به عنوان حمام و گرمابه و چه سالی دیگه مشمول موزه شده و شما به عنوان یک موزه میتونین از اینجا ببینین و بهرشو ببرین. البته در دوران سلامت همراه و همسفر ما باشین. الان دو تا حمام پشت سر گذارونده، من اون داخل حمام سوم هستیم که سربینه در واقع حمام اقلیت ها میشه. اون دو حمامی که گذاروندیم چه اسمایی داشت؟ حمام مردانه و حمام خصوصی بودن. آره، حمام خصوصی. اینجا هم بخشی هستش که مخصوص اقلیت ها بوده، به خاطر اینکه از زمانهای قدیم در استان مرکزی و شهرستان عراق اقلیت ها هم زندگی میکردن، به هر حال ما داریم حمام کاملا خصوصی برای این اقوام. خیلی خودش مهمه که به هر حال این جایگاه رو داشتن که از این نوع معماری هم بهره‌مند بشن و از این امکانات هم بهره‌مند بشن. برامون توضیح میدین دقیقاً در مورد این بخشی که الان داخلش هستیم؟ روایتی وجود داره که آقای حاج ابراهیم خونساری در واقع یکی از علتهای ساخت حمام چهار فصل برای ایشون این بوده که اقلیت‌های مذهبی بتونن از یک حمام کاملا مجزا استفاده کنن. حمام اقلیت‌های مذهبی در واقع وقف اقلیت‌های مذهبی شده بوده و یک روز آقایون و یک روز خانم‌های اقلیت مذهبی که بیشترشون هم ارامنه بودن از این حمام استفاده می‌کردن. این بخش از حمام هم مثل دو حمام قبلی و حمام بعدی که حمام زنان است، قسمت سربینه داشته، یک راهروی ارتباطی داشته، گرمخانه داشته و خزینه داشته و در معیار کوچکتر. بله، در معیار چون تعداد ارامنه نسبت به جمعیت شهر عراق کمتر بوده. بله. حمام آخر حمام زنانه است. در ورودی هر چهار تا حمام کاملا مجزا و جدا بوده. درب ورودی حمام زنانه از یک کوچه‌ای بوده پر از پیچ و خم، طوری که اعتقاد داشتن رفت آمد هیچ خانومی به داخل حمام نباید دیده بشه. تو قسمت حمام زنانه هم سربینه داشته، راهروی ارتباطی داشته، گرمخونه داشته و دو تا خزینه که اونجا شما میتونید در واقع تصویر اصلی از خزینه‌های قدیمی رو ببینید و برای بینندگان محترم به نمایش
نمایش بذارید. و اینکه یک مراسم به نام مراسم حنا بندون توی اون قسمت از گرمخونه زنونه به نمایش گذاشته شده که و در واقع بیشتر حنا بندان ها و خواستگاری هایی که قرار بود اتفاق بیفته تو این بخش از حمام انجام می‌شده. درسته. یه قسمتی من می‌بینم یه تعداد خمره داریم و کوزه‌های سفالی، کاربرد اونها چی بوده و در چه قسمتی از حمام قرار گرفته؟ قبلا اون قسمت خزینه حمام زنانه بوده، منتها به خاطر اینکه این حمام یه مدت طولانی حالت مخروبه داشته و استفاده ازش نمی‌شده، به خاطر همین کارشناسان ما بعد از اینکه اینجا رو مرمت می‌کنن نمیتونن اون شکل واقعی خزینه رو برای اونجا حفظ کنن. درست. در حال حاضر اونجا اشیایی که یه سری خمره است یا همون تاپو اونجا نگهداری میشه که اینا همشون در گذشته برای در خاک فرو میرفته برای نگه داشته شدن غلات و حبوبات و بعضی هاشون هم برای رنگرزی ازش استفاده میشده. ما مجموعه 4 حمام به شما معرفی کردیم که حمام 4 فصل هست و یکی از معماری های بسیار قوی و غنی دوره قاجاریه در شهر زیبای عراق که بیشتر اون معنویت ساخت این حمام ها مورد بحثه، یعنی اینکه هدف ساخت این حمام ها چی بوده خیلی مهم هستش و موزه هم که شده به خاطر اینه که به هر حال شما وقتی میان از ساختمان این حمام دیدن میکنید و اون رو رویت میکنید بتونید به هر حال به اشیای قدیمی هم یه جورایی نظر کنید و اون رو به هر حال تماشا بکنید. و ما یه جمع‌بندی در مورد این فضا داشته باشیم برای بینندگانمون و صحبت پایانی شما در این جمع‌بندی. وقتی وارد این قسمت حمام سربینی اقلیت‌ها میشیم میتونیم تندیس‌هایی رو ملاحظه کنیم که شاید تصویر چهره اونها واقعا شبیه ارامنه‌ای باشه که در گذشته اینجا زندگی می‌کردن. اما لباس‌هایی که تنشونه مختص به ارامنه شهر عراق نبوده، چه بسا مختص به مردم ارامنه و اقلیت‌های شهرهای دیگه توی کشورمون بوده. درسته. یعنی ما این پوششی که اینجا می‌بینیم مخصوص مرکزی نیست، چون اقلیت های اون زمان پوشش تقریبا ساده تری داشتن، اینا مختص اون پوشش. درسته. در حال حاضر به خاطر بیماری کرونا و شیوع اون حمام 4 فصل تعطیله و نمیتونه پذیرای شما بینندگان برنامه هم سفر باشه. امیدواریم در دوران سلامت و زمانی که به هر حال سلامتی به کشورمون و سراسر دنیا برگشت شما بتونید به عنوان یک ایرانگرد به این فضا بیاین و از جاذبه های تاریخی و دیدنی و گردشگریش بهره ببرید. یادتون نره که شهر زیبای عراق و استان مرکزی جاذبه هایی داره که جاذبه های پنهانی هستن و کمتر بهشون توجه شده و میتونه جزء اهداف گردشگری مهم کشورمون باشه. ازتون میخوام که حتما استان مرکزی شهرستان عراق رو به عنوان یکی از مقاصد گردشگریتون در دوران سلامت انتخاب کنید. همچنان ما رو در فضای مجازی هم سفر نقطه تیوی همراهی کنید. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین به هر حال از این طریق به ما اطلاع بدین. سعی میکنیم انشالله جامعه عمل بهشون بپوشونیم و حتما انتقادهای ارزشمند شما رو سر لوحه پیشرفت برنامه همسفر قرار خواهیم داد. تا سوژه دیگه در شهرستان عراق، همه شما از دان بیننده برنامه همسفر رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.